اسرائیل به امید رهایی از پاندمی کرونا تا فوریه آینده روند واکسیناسیون در این کشور را سرعت بخشیده و با اعمال قرنطینه شدید قصد دارد از شیوع بیشتر کووید 19 جلوگیری کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امیدوار است با در پیش گرفتن این تدابیر پیروزی خود در انتخابات پیش رو را تسهیل کند. منتقدان سیاست‌های بنیامین نتانیاهو اقدامات پیشگیرانه او برای مقابله با موج اول کرونا را ناکافی دانسته و معتقدند لغو زودهنگام نخستین قرنطینه عمومی اسرائیل تأثیر زیادی در تشدید همه‌گیری این ویروس داشته است. در نخستین هفته آغاز واکسیناسیون در اروپا، اسرائیل با تزریق 280,000 واکسن طی 7 روز رکورد بیشترین واکسیناسیون کرونا در یک هفته را به خود اختصاص داد. اسرائیل در تلاش است با بازگشایی مراکز شبانه روزی واکسیناسیون بتواند به رقم 150,000 تزریق در روز دست یابد. با این کار تا پایان ماه ژانویه افراد مسن و گروه‌های آسیب‌پذیر دیگر که 1/4 جمعیت 9 میلیونی اسرائیل را تشکیل می‌دهند واکسن کرونا دریافت خواهند کرد. به گفته وزیر بهداشت اسرائیل، سومین دور قرنطینه این کشور حداقل 3 هفته به طول خواهد انجامید. بنا به آخرین آمارهای رسمی، تاکنون 400,000 نفر در اسرائیل به کرونا مبتلا شده اند و بیش از 3,000 نفر جان خود را از دست داده اند. آریان ریسباف، صدای آمریکا، واشنگتن.